بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن نجاسة مخلوقاته، صلى الله على نور الأنوار وسر الأسرار عقل الكل وأشرف الأصول حبيبه وصفيه وخاتم السفرائه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين المكرمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. تسلیت عرض میکنم سالگرد شهادت جمع کثیری از شهدای مظلوم و گمنام قیام چین داوود و شهدای دوران جهاد ملت مسلمان افغانستان. از سرور عزیز ما دکتر رحمانی استفاده بردیم، به خاطر که ختم قرآنم صورت گرفته، یاد بودم از قیام قیامگران و شهدای قیام چین داوود صورت گرفته. جلسه خیلی سنگین و زمان و مکان موسعتر را می طلبد تا در این موضوع بسیار مهم صحبت های مفصلتر شود، ولی این ظرفیت وجود نداره. وقتی موسع را می طلبد در این فرصت کوتاه، فقط ضمن تقدیر و تشکر از شورای محلی چین داوود که برگزار کننده این جلسه در امسال و همینطور سالهای گذشته بوده و این شورا در حد توان و امکانات که در اختیار داشته، یاد بود از شهدای قیام چین داوود و دیگر مناسبت ها داشتن که ما از دستندرکاران شورای محلی چین داوود قدردانی و سپاسگزاری. انشاءالله که شهدا و پیامبر بزرگوار اسلام و بزرگان دین ما از زحمات اینها راضی باشد. در این فرصت کوتاه صحبت زیاده، هرچند من در یک کتابی که نوشتم به نام راویان عشق، در اونجا در رابطه با علل و انگیزه قیام چین داوود صحبت هایی شده و باعث صورت گرفته. البته یک زمینه هم داره که یک خبرنگار فرانسوی یک مقاله داره به نام یک کسی به نام ژل لیون، خبرنگار فرانسوی، که او هم زمینه همین راویان عشق است که در یک از پر تیراژ ترین روزنامه فرانسه منتشر و از مجاهد مردان شهدا و زحمات ملت مسلمان افغانستان یادآوری شده. در این فرصت کوتاه من فقط میخواهم که در سال 1358 چهار تا قیام در کابل رخ داد. البته قبل از او قیام هایی بوده، قیام 24 حوت هرات در یک سال قبل در سال 1357 بوده. اولین و نخستین قیام ها قیام مردم در ایسوف و چارکن بوده، قیام مناطق مرکزی بوده، حکومتی که توسط او شخصیت بزرگ و عالم جلیل القدر و خدوم ملت مسلمان افغانستان حضرت آیت الله العظمی بیشتی در مناطق مرکزی ایجاد شد که متاسفانه قدرشناسی نشد و زحماتی کشیدن، بزرگ مردانی بودن، مجاهدانی بودن. یک از چهره هایی که در همین چین داوود زندگی میکردن سپر جنرال سید حسن مشهور و سید حسن جدرن مجاهد که از همین اهالی چین داوود بوده و از افتخارات جهاد ملت مسلمان افغانستان بوده.
چنگاون شخصیت های گوناگونی را پرورش داد، علمای بزرگ و نخبگان بزرگ، دانشمندان، اندیشمندان بزرگ، دکترا، پروفسورها، جنرالان، شخصیت های سیاسی بالاخره در این چنگاون بوده و هر کدامشان از یک جایگاه بسیار بالا برخوردار است که ما فرصت نداریم حتی به اسامی برخی از آنها اشاره کنیم که هر کدام از آنها خدمت کردند. یکی از کسایی که در جوار همین مسجد سنگی که خون داد و برای احیای هویت همین مردم تلاش کرد، شهید همت یار علی خان، همین مسجد جعفریه در دوران عبدالرحمن خان وقتی که دستور داد تکیه خانه ها را خراب کند، در همین جا این تکیه خانه همت یار علی خان خراب میشه و بعد یکی از اراکین حکومتی که در همین چنگاون در همین جعفریه فعلی اینجا یادبود ازش صورت میگیره و فاتحه ای گرفته میشه و مراسم یادبود صورت میگیره، عبدالرحمن خان شرکت میکنه. وقتی که میخوان از محفل بیرون شوه، همت یار علی خان این شعر را میخواند که دیدی شاه، دیدی کرامتی تکیه خانه ما را ای شاه، که چون خراب شود و خانه خدا گردد. در همینجا گردن میزند، در همین وحده جعفریه اینجا سه تا قبر زیر همون تختی که اکثرا بزرگا میشینه و منبری روش قرار داره و در همینجا اون خواهر مبلغه و اون عالم جلیل قدر و همت یار علی خان همونجا دفن میشه. که اینا خیلی زحمت کشیدن، در سال 1320 بود که حضرت آیت الله العظمای حجت حضرت آیت الله مرحوم شیخ محمد علی مدرس را اینجا معرفی میکنند و بعد در سال 67 فرزندان آیت الله مدرس نام تکیه خانه و مسجد همت یار علی خان رو به جعفریه تغییر داد. اینا خیلی در چنگاون شهدای دادند، تنها مربوط به دوران جهاد و تجاوز روسها در این کشور نمیشود. خیلی از بزرگان ما خون دل خوردن و ما مدیون و مرهونی این بزرگان و عظیم هستیم که ما متاسفانه یادآوری نمیدونیم. یا مثلا قاضی شهاب که چقدر زحمت کشته و خدمت کرده و امروز در تکیه‌خانه عمومی چنگاون در حقیقت در همون مجموعه مسجد قاضی شهاب افزوده شده. هر کدام از اینا از شهدایی بودن، بزرگانی بودن که به گردن ما حقی فراوانی دارد. چهار تا قیام در کابل در سال 1358 راه اندازی شد. اولین قیامی که در کابل صورت گرفت 8/14 ماه جوزای 1358 بود که 160 تا زندانی سیاسی که اونها به جرم عدالت خواهی و اسلام خواهی قبل از به قدرت رسیدن کمونیست ها در زندان پل چرخه زندان بود و قیام میکند، عده از اونها شهید میشود که در 8/14 جوزا دو تا قیام تایی هم انجام شد در زندان پل چرخه. دومین قیام، قیام مردم چنگاون بود، قیامی که آهاد مردم اقشار مختلف تقریبا در همون یک شب از قبل از قیام حدودی تخمین میزنه 1500 نفر را بردن، زندان کردن، اینا به شهادت رسیدن، اینجا قتل عام صورت گرفت، به شهادت رسیدن. این یک قیام خودجوش بود، نه حزبی در این قیام میشه که ادعا کرد که رهبری کرد و نه شخصی و نه رهبری داشته که ادعا کند که ما رهبران یا فلانی رهبران قیام چنگاون. قیام چنگاون رهبرانش همون بچه های یتیم و مظلومی که از ایشمانده کسی خبر نگرفتن، همون رهبران قیام چنگاون، همون مظلومینی بودن که امروز حتی ما تصاویر کمی از شهدای قیام چنگاون اونجا داریم، الا بعضی از این تصاویر اصلا مربوط به قیام چنگاون نمیشود، تصاویر کمی داریم. من کسی در این رابطه کارم نکردم، خدا رحمت کند استاد میراقای حقجو را قلم زد در حد خودش کار کرد، زحمت کشید. آقای نظمی مادستانی که یکی از اعضای یکی از مسئولین شورای همین قیام بودن، خب ایشان هم خاطراتی دارن.
متاسفانه در رابطه با قیام چندول جفا شد، هم افراد صورت گرفت و هم تفریق و هم بعضی آمدن این منحصر ساختن به افراد، شخصیت ها، اقوام، تیله ها. اما قیام چندول مربوطی به همه این مردم و این حته هستن که امروز متاسفانه از خانواده های شهدا کسی خبر ندارد، نام برده نمی، ما حتی موفق نشدیم زندگی نامه او شهدا را جمع آوریم، تصاویر اونها را، و الا جمعی کثیری بالاخره در ایران شهید شدن. و در قیام چندول متاسفانه بزرگترین ظلمیه که تجلیلی که شورای همبستگی شورای محلی چندول میگیره، خدا خیر اینا رو بده، خب در حد خودشان در حد امکاناتشان زحمت میکشه، ولی امروز همه ما مدیون و مرحومیم. او مجاهد مردان و او شهدا و او مظلومین هستیم که در برابر تک تک اونها ما مسئول هستیم، در قسمت اونها غفلت صورت گرفته. او دومین قیام که خونین ترین قیام در تاریخ افغانستان و در تاریخ پایتخت و مهمترین قیامی که در بیخ گوش نجیم صورت گرفت، قیام چنداول بود. سومین قیامی که صورت گرفت در چارده اسد بود که در بالاحصار مشهور به قیام بالاحصار است. در اونجا هم عده‌ای از سربازان نشید اسلام، مسلمان های کنجا بودن، صاحب منصبانی که بودن، با هماهنگی با مردم، مؤمنین، متدینین، علما، شخصیت ها این قیام را آغاز کرد. متاسفانه این قیام هم ناکام موند. چهارمین قیامی که در کابل رخ داد که گاهن در برخی مناطق، من یادم هست که حتی در مناطق مختلفی مرکزی هم از او یاد بود میشود، قیام سوم هود بود که مشهور به قیام فریاد الله اکبر، مردم پشت باب خانه هایشان بلند میشد در سوم هود و فریاد الله اکبر را سر میدهد، و همون قیام قیام سرنوشت سازی بود که در نقاط مختلف افغانستان اون بدایاتی که قیام نکرده بود پس از قیام سوم هود قیام میکند. عرض کردم متاسفانه فرصت کمه، ما نمیتونیم که شرح بدیم در رابطه با علل انگیزه و اجحاف در رابطه با قیام چندول صورت گرفته. عرض ما این است که وقتی که احزاب چپی خلق و پرچم در افغانستان قدرت را به دست گرفتن، مخصوصا ترکی فرمانهای پیهم را صادر کردن و نسبت به هر کسی مظنون بودن، علما، کسبکاران، محصلین، دانشجویان، اساتید دانشگاه، شخصیت های ملی و متنفذین قومی، هر کدام قاریان قرآن دستگیر می کردن، زندان می بردن، یاد و خاطره علما که در رأس اینها بودن، حضرت آیت الله العظمای واعظ شهید، آیت الله العظما شیخ محمد امین افشار، آقای استاد نهضت، استاد فضیلت، استاد بینیش و دیگر بزرگ علامه شهید مصباح، علامه ناصر، آیت الله عالم و خیلی از بزرگانی که بالاخره در این را به شهادت رسیدن، حتی دارند که در زندان پل چرخی و اطرافش آنچه که تخمین میزند نزدیک یا بیشتر از 30,000 نفر جمعیت مسلمان را قتل عام، گوره های دست جمعی. متاسفانه کسی نتانستند که اونجا یک مینار بیاده شهدا در این مدت داشته باشد. متاسفانه حکومت مجاهدین هم که مدت مدیون و مرهون زحمات مجاهدین بود، اینها هم کاری نتانستند. امروز هم متاسفانه درباره شهدا غفلت شدند و ما امیدواریم که انشاءالله شورای محلی چندول در سالهای آینده عزیزانی که در بیرون هستند اینا رو همکاری کنند، همت کنند که جلسه با شکوه تر از این که در شأن شهدای چندول و قیامگران چندول و بزرگان چندول که اکثرا نخبگان بودند، ما وقتی اسامی بسیار از شهدا را میخوانیم که دستگیر شدن و زندان شدن، همه از بزرگان و شخصیت ها بودند که اینا انشاءالله یاد و خاطره ایشان گرامی داشته شود. وقتی که حفیظ آمد ترکی رو به قتل رساند، در 16 ثور بود که
لست 12,000 شهید را در دیوار وزارت داخله نصب کرد و گویا همه این جنایات را به عهده سرکی گذاشته بود. و بعدش هم که سالهای اخیر ما شاهد هستیم که باز 5,000 لست دیگه هم افشا شد. شما فکر کنید که اینا جز افشا شدگان و غیر از او که متاسفانه تحقیقات هم صورت نگرفته و کاری هم در رابطه با شهدای مظلوم چین داود و دیگر شهدای مظلوم و گمنام افغانستان صورت نگرفته، هر کدامشان به گردن ما حق دارن و ما خود ما را مدیون و مرهون خدمات و رشادت ها و مجاهدت های آن عزیزان میدانیم. ما فقط با این شعری کاظم کاظمی شاعر بودن آوازه کشور میخواهم عرایزم را پایان دم میدنم که جلسه طولانی شد، دیگه شاید بیشتر از حوصله شنیدن عرایز ما هم نباشد. هر میوه‌ای که دست رساندیم چوب شد، ما لایق بهار نبودیم خوب شد. خیلی وقت نه لیاقت جهاد را داشتم و نه لیاقتی همه عزیزان و بالاخره عظیم شهدا را داشتن اینا. هر میوه‌ای که دست رساندیم چوب شد، ما لایق بهار نبودیم خوب شد. این گیردار ما و شما در میان راه، چون روز باز کردن پیش از غروب شد. شما ببینید یک نفر روزه میگیره، زحمت میکشه، یک واجب انجام میده، 5 دقیقه به افطار میمونه، کل زحماتش به هدر میره. جهاد افغانستان هم بیش از 1.5 میلیون شهید و قربانی، چقدر آواره، چقدر معلول، در نتیجه در اثر قدرت طلبی ها یک عده از رهبران قدرت طلب سرنوشت مردم ما را به همین روز رسید که مردم بالاخره آرزوی اما حکومت های کمونیستی را حتی زخم های کهنه را مردم فراموش کردند. او حکومت های ظالم و مستبدی که تنها در محدوده پولچرخی بیش از 30,000 کشته داده، او به یک امید تبدیل شده و بالاخره مردم آرزوی همچون روزها را بکشه. متاسفانه زخم های جدید که آمد زخم های کهنه را مردم فراموش. هر میوه‌ای که دست رساندیم چوب شد، ما لایق بهار نبودیم خوب شد. این گیرودار ما و شما در میان راه، چون روز باز کردن پیش از غروب شد. دردا در این میانه درختی که داشتیم، قربانی لجوجترین دارکوب شد. پرنده‌ای که اونقدر نوک می‌زد تا درخت از ریشه خوش کند، جهاد را از ریشه خوش کند، خون شهدا را بخوش کند. امیدوارم انشاءالله در اثر تلاش عزیزان ما بتوانیم حق این شهدای ما را، این شهدا مربوط به همه میشه، مربوط به طیف خاصی نیست، به حزب خاصی نیست، به مجموعه خاصی نیست، متعلق به ارزش‌های اسلامی و دینی همه کشور ما در راستای ارزش‌های دینی و اسلامی خون دادن و رهبری قیام چین داود را هم مظلومین تشکیل میدهد که متاسفانه امروز به فراموشی سپرده شده و حتی از اطفال و یتیمای اونا هم کسی خبر ندارد. دیگه کسی دعا میکنه؟ دعا کنیم. خب یک بار دیگر در اخیر از شورای محلی چین داود قدردانی و تشکری میکنیم. انشاءالله روحی شهدا از همه ما و شما راضی و خوشنود بگردن و اله و پروردگار صبح جمعه امام زمان ما را برسان، کلام ناقابل ما را به محضر آن آقا لطف عنایت بفرما، چشم ما را به جمال آن حضرت روشن و منور بگردان، صلح و امنیت دائمی را در این کشور برقرار بفرما، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما، شهدای ما را از ما راضی و خوشنود بگردان، ما توفیق عنایت نما راه شهدای ما را ادامه دهیم. بار اله پروردگار علما بزرگان خدمتگزارانی که در این منطقه سالیان متمادی زحمت کشیدن خدمت کردن تلاش کردن در رأس همه پایتونگای عظمای حجت که واقعا ما خود ما را مدیون و مرهون میدانیم. یک کسی هست به نام آقای اخلاقی، شیخ اسحاق اخلاقی، از علما و بزرگان جاغوری، سه کتاب دارد، هزاره در دوران تاریخ.
او می نویسد از قول مراد علی، حاجی مراد علی برادر همی حاجی نادر معروف، می گوید که من جوان بودم آمدم در همی کابل، در همی مرادخانی، در یک سماوار هزارگی اونجا دفتر صبح شد، وقت اذان شد، بالاخره پایین شدم دریای کابل، وقت دریای پاک بود، مردم موضوع می گرفته، همونجا مشمول ویزا گرفتن بودم، یک سلی محکم به صورتم حواله شد، دیدم چشمم رو برق زد، با آب افتادم، لباسایم تر شد. وقتی که از آب بیرون شدم به یه آقایی که به من سلی زد، گفتم آخر گناهی مچی من برای چی سلی زدی؟ گفت که شیعه کافر نگونه وضو میگیری؟ ایشان میگه آقای اخلاقی از علما، از بزرگان، از شخصیت ها هستن، از آقای رحمانی میشنند، ایشان میگه ما مدیون و مرهون خدمات و مرهون آیت الله رسولای حجت، کسی که او کار میکنه. وقت آمدن به سماوار، به سماوارچین داستان قصه گردیم، گفت آقا اینجا کابل هست، تقیه کن، اولین بار بود کلمه تقیه رو میشنید، تقیه یعنی چی؟ یعنی مثل اینو عمل کن. مرحوم آیت الله حجت با سیاست نرمیشی که داشت بالاخره رای گفتمان باز کرد، بس بالاخره شیعه درست سیناسون و تعصبات از این کشور برداشته شد. در حقیقت اون معمار اخوت، برادری و همزیستی پیروان مذاهب اسلامی در افغانستان، بار الله پروردگارا ایشان و همه بزرگانی که مصدر خدمت شدن غریق رحمت بفرماید، حتی پرشمیده الله گذشتگان ما تقداران، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.